آیا تا کنون درباره غار افلاطون چیزی شنیده اید؟ نه نه اشتباه نکنید، این یه غار واقعی نیست، بلکه تمثیلی است که افلاطون برای مقایسه تأثیر آموزش و فقدان آن در طبیعت ما ارائه داده است. افلاطون میگوید غاری را تصور کنید که مردم از کودکی در اعماق آن غار زندانی بودند، اما نه از بدو تولد. این زندانیان را مجبور کردند که فقط به دیوار مقابل نگاه کنند و حق نگاه کردن به اطراف را ندارند. پشت زندانیان شعله از آتش قرار دارد و بین آتش و زندانیان یک دیواری کوتاه وجود دارد. کشیا و عروسک های شبیه به انسان و سایر موجودات زنده توسط نوارهایی طول این دیوار را طی می کنند و بر می گردند. این اشیا از دیوار بالاتر هستند، به طوری که سایه آنها بر روی دیوار مقابل زندانیان می افتند. اما نواری که اشیا بر روی آن حرکت می کنند دیده نمی شود. بنابراین زندانیان فقط سایه های عروسک ها را بر روی دیوار مقابلشان می بینند و در واقع نمی دانند که در پشت سرشان چه خبر است. سپس ضبط صوتی صدای انسان ها که در حال صحبت هستند و موجودات زنده دیگر را از پشت دیوار پخش می کند. اما زندانیان معتقدند که این صداها متعلق به این سایه ها هستند و حتی برای آنها نام هم انتخاب می کنند. در اینجا سایه ها برای زندانیان واقعیت هستند، اما نمایش دقیقی از دنیای واقعی نیستند، زیرا سه سطح بالاتر وجود دارد: علم، ریاضیات و هندسه. اما بعد از سالها زندانیان آزاد می شوند. زندانیان به اطراف نگاه می کنند و آتش را می بینند. نور آتش به چشمان آنها آسیب می رساند، زیرا آنها تاکنون پشت به نور بوده و تنها سایه ها را می دیدند. حالا هرچه به آنها بگویید که این آتش واقعیت است و سایه ها غیر واقعی، آنها هرگز باور نخواهند کرد. بنابراین آنها از حقیقت روی بر می گردانند و به زندگی که عادت کرده بودند ادامه می دهند. اما افلاطون ادامه می دهد. فرض کنید که یکی از زندانیان با تمام مشکلات از اعماق غار خود را به بالا بکشد تا وقتی که به نور خورشید برسد. زندانی عصبانی می شود و درد خواهد کشید، زیرا نور خورشید او را تقریبا کور می کند. اما به آرامی چشمانش با نور خورشید سازگار می شوند. ابتدا فقط سایه ها را می بیند. به تدریج او می تواند بازتاب افراد و چیزها را در آب ببیند و سپس خود مردم و اشیا را می بیند. در نهایت او قادر است به ستاره ها و ماه در شب نگاه کند، تا اینکه سرانجام او میتواند به خود خورشید نگاه کند. اکنون او میتواند در مورد خورشید و آنچه که درون آن است استدلال کند. افلاطون ادامه میدهد و میگوید که زندانی آزاد شده تصور میکند که دنیای خارج از غار از جهانی که در غار تجربه کرده برتر است. بنابراین تلاش میکند که این مسئله را با زندانیانی که در غار مانده‌اند به اشتراک بگذارند و در واقع آنها را هم نجات دهد. بنابراین او دوباره وارد غار میشود. زندانی که در حال بازگشت است و چشمانش به نور خورشید عادت کرده، هنگام ورود مجدد به غار کور می شود، درست مانند وقتی که در معرض آفتاب قرار گرفت. به گفته افلاطون، زندانیان مرد برگشته را می بینند که نابینا شده، اما واقعیت را نمی دانند. آنها نتیجه می گیرند که سفر به خارج از غار به او آسیب زده است و آنها نباید سفری مشابه را انجام دهند. بنابراین زندانیان هر کس را که بخواهد آنها را از غار بیرون بکشد دراز میکنند و میکشند. افلاطون توضیح میدهد که چگونه یک جوینده حقیقت و دانش مانند زندانی است که از غار آزاد میشود و میفهمد که سایه های دیوار به هیچ وجه واقعیت ندارند. یک جوینده قصد درک سطوح بالاتر واقعیت را دارد. با این حال سایر زندانیان غار حتی تمایل به ترک زندان خود ندارند، زیرا آنها زندگی بهتری نمی‌شناسند. آنها هرگز چیز دیگری ندیدند. آنها نمی‌فهمند که آنچه که می‌بینند سایه‌های اشیا در مقابل آتش هستند.
چه رسد به این که درک کنن این اشیا را موجودات واقعی خارج از غار برای پنهان کردن حقیقت ساختن. خب از تماشای این ویدیو درسی گرفتیم و آن همین است که نخیر نخیر آن که فکر میکنید نیست. و آن هم این است که اگر برای یافتن نور تلاش کردی و آن را به دست آوردی، هرگز این موضوع را با کسانی که کوچکترین تلاشی برای یافتن نور نکردن در میان نگذار، چون نتیجه بهتر از این ندارد. خب حالا اگر آماده هستید بر روی لینک بالا کلیک کنید تا شما را با دنیای جدید آشنا کنم.